لانگولا سانز اوکن دوت شکی نیست که آنگولا یکی از زیباترین کشورهای جهان است که باید آن را دید. بهتر است این گشت و گذار را با ماشین گردی آغاز کنیم. به سیاحت در آنگولا خوش آمدید. در این برنامه با هم به شهرها، طبیعت و سواحل درخشان آنگولا سر می‌زنیم. بیایید گزارش این هفته را با هم ببینیم. اعضای این گروه گردشگری با دوستان و خانواده خود در بندر لواندا جمع شده اند و هیجان زده اند. سفر زمینی با ماشین سرگرمی محبوب ماست. آنگولا هم شرایط این کار را دارد. اینجا آفریقاست. به نظر من هر کس باید یک خودروی طبیعت‌گردی داشته باشد و جاهای تماشایی را ببیند و این لحظات فوق‌العاده را تجربه کند. این گروه امروز از بندر لواندا تا دهانه رود اونزو سفری 130 کیلومتری دارند و در چند نقطه تماشایی مسیر متوقف می شوند. این بار در سفر 21 خودرو هم مسیر هستند. گروه اول از بندر لواندا راهی استان نزدیک بنگو شده است. این گروه همزمان شهرها و روستاهای این نواحی را می‌بینند. سفر با ماشین شخصی حس راحتی بیشتری دارد. آنگولا هم کشوری عظیم و بکر است که جاها و چیزهای زیادی برای دیدن دارد، نه فقط برای آنگولایی ها که برای تمام دنیا. ما هم میخواستیم با لندکروزرهای باشگاهمان از این موقعیت بهره ببریم. وقتی از جاده اصلی به سوی سواحل میرویم، مناظر بدیعی در انتظار ماست. اینجا لیفون نام دارد که از فراز صخره ها منظره ای فوق العاده دارد، جایی که در این سفر باید حتما از آن دیدن کرد. ما از این بابت خوش شانسیم که کشوری با 1001 جای دیدنی و به خصوص متنوع داریم. از جنگل گرفته تا بیابان و دشت مرکزی و هر کدام از این نواحی پوشش گیاهی و ویژگی‌های اقلیمی خاص خود را دارند. از این گذشته نوار بلند ساحلی را هم داریم و همه اینها تنوع بی حد و حصری به این کشور داده. و حالا گروه گردشگران راهی دشت ماسه ها می شود، جایی که هیجان در آن اوج می گیرد. همه رانندگان عاشق سفر و طبیعت گردی هستند و البته به خوبی آگاهند که باید مراقب زیست بوم هم باشند. من معمولاً به هر جا که بروم آنجا را تمیزتر از قبل ترک میکنم. میشود مسئولانه تفریح کرد، چه طبیعت گردی باشد، چه شکار و چه ماهیگیری. اگر خودمان عادت به حفظ محیط زیست را ایجاد کنیم، 20 سال بعد هم بچه های ما به همین شکل اینجا تفریح خواهند کرد. حالا دیگر خودروها به مقصد رسیدند. اینجا دهانه رودخانه اونزو است. این سفر را می شود 2 ساعته انجام داد یا آنکه چندین بار در مسیر ایستاد. از اینجا تا پایتخت کمتر از 100 کیلومتر است و می بینید که محیط اینجا چقدر پاک و تمیز است. سمت چپ من رودخانه قرار دارد و سمت راست من دریاست. آنگولا پر از جاهای اینچنینی است و باشگاه ما هم می خواهد تا جای ممکن از این سفرها برگزار کند. و حالا بعد از آن همه رانندگی، وقت تفریح و استراحت است. آنها که سفر با ماشین را در آنگولا تجربه کردند، دوست دارند خاطره آن را برای دیگران تعریف کنند. بیایید با ما تماس بگیرید و این لحظه های زیبا را در آنگولای بزرگ و شگفت‌انگیز با ما سپری کنید. چه گشت و گذار فوق‌العاده‌ای. در برنامه بعدی سیاحت در آنگولا به سراغ ماجراجویی با موتور در این کشور خواهیم رفت. ممنون که با ما همراه بودید.